ساقط شدن یک چرخ بالا طالبان اعضای جبهه مقاومت، درد سر طالبان در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که نیروهای امارت اسلامی بامداد امروز دوشنبه 2 اهد بر مواضع جبهه مقاومت در این ولایت حمله هوایی را اندازی کردند. منابع محلی میگویند که چندین چرخ بالا طالبان به قصد انجام عملیات نظامی وارد ولسوالی شتل در این ولایت شده و نیروهای را نیز پیاده کردند و حتی برخی مواضع جبهه مقاومت را در این ولسوالی هدف قرار دادند. این منابع همچنین علاوه می کنند که از روز گذشته بدین سو نیروهای طالبان مسیر رفت آمد به سوی ولایت پنجشیر را مسدود کردند. منابع دیگر تایید می کنند که 5 چرخ بالا طالبان در استادیوم ورزشی مارشال فهیم در ولایت پنجشیر نشست کرده است. مقام های طالبان و جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود تاکنون در خصوص این گزارش ها اظهار نظر نکردند. در این حال شبکه های اجتماعی گزارش می دهند 1 چرخبال نیروهای طالبان در شتل پنجشیر مورد حمله نیروهای مجاهدین مقاومت قرار گرفت و سقوط کرد. نیروهای طالبان در چند روز اخیر عملیات های را به منظور پاکسازی ولایت های پنجشیر، بغلان، پروان، بدخشان، تخار و کاپیسا برانداختند. این عملیات زیر نظر وزیر دفاع خودخوانده طالبان که به پنجشیر رفته است رهبری می شود. اما خوشبختانه هر لحظه از شکست و نابودی نیروهای طالبان در مناطق پنجشیر، اندراب، تخار، بدخشان گزارش می شود و تعداد زیادی از تجهیزات جنگی و نیروهای طالبان به دست مجاهدین مقاومت افتاده است. آماج نیوز گزارش می دهد 1 منبع طالبان که نمی خواهد از او نام برده شود با آماج می گوید که امان‌الدین منصوری، فرمانده قوتهای هوایی طالبان، برای جنگ فیصله کن به این ولایت رسیده، اما او در مورد حضور ملا یعقوب مجاهد چیزی نمی گوید. منابع جبهه مقاومت نیز تایید می کنند که پنجشیر برای طالبان به یک دردسر تبدیل شده و آنها در پی آنند که پیش از فرا رسیدن فصل بهار به این دردسر رسیدگی کنند. اما 1 فرمانده با تجربه جنگی جبهه مقاومت که نمی خواهد نامی از او برده شود با ماج می گوید که عملیات طالبان احتمالاً چند روز و یا چند هفته طول بکشد، اما محال است که تمامی نقاط مشرف را تصرف و حفظ کند. منابع محلی نیز ورود صدها جنگجوی تا دندان مسلح طالبان را به پنجشیر تایید می کنند، اما فرمانده مقاومتی می گوید مطابق اصل جنگ چریکی که مبنای آن جنگ و گریز است، بعد از تغییر موقعیت و ترتیب و تنظیم دوباره مبارزات چریک ها ادامه خواهد داشت. سخن از طرح عملیات بزرگ نظامی در پنجشیر در حال گفته می شود که چند روز پیش امرالله سالم، معاون نخست رئیس جمهور فراری افغانستان، گفته بود که کماندوهای پاکستانی در هماهنگی با شبکه حقانی وارد پنجشیر شدند. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر و درود.